به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود حضور تمام بینندگان عزیز کانال فانتاستیک نیوز. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید. امروز آمدیم به آرامگاه مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی که از ولایت باستانی هرات و از آرامگاه ایشان یک گزارشی برای شما عزیزان تهیه کنیم. امیدوارم تا آخر این ویدیو بیننده باشید. لطفاً اگر عضو کانال ما نیستید، برای حمایت از ما به داخل کانال فانتاستیک نیوز رفته و کانال را به این شکل سابسکرایب کنید. مولانا حسین واعظ کاشفی یکی از بزرگان و عارفان کشور عزیزمان افغانستان می باشند. مولانا کاشفی در ولایت باستانی هرات زحمات زیادی کشیدند. کاشفی بیش از 30 سال از عمر خیش را در مسجد جامع بزرگ هرات به عنوان خطیب برای مردم پند و اندرز زیادی دادند. از ایشان تألیفات و آثار زیادی به جا مانده که از آن جمله می توان تفسیر حسینی، اخلاق محسنی و روضة الشهدا را نام برد. برای اینکه مولانا کاشفی را بیشتر بشناسیم با ما همراه باشید. سلام، وقت شما بخیر. ضمن معرفی به ما بگین که شما در مقبره مولانا حسین واعظ کاشفی چی وظیفه دارن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم. سید جواد هستم، باشنده ولایت هرات باستان. من اینجا به عنوان نگهبان کارمند شبانه روزی هستم. خیلی عالیه. میتونیم که درباره مولانا حسین واعظ کاشفی به بینندگان عزیز ما معلومات ارائه کنن؟ بله، اسم مکمل این بزرگوار مولانا کمال الدین حسین واعظ کاشفی هست و تاریخ تولد اینا معلوم نیست. دیگه اینا در سال 910 هجری قمری به هرات فوت کردند و اینها خیلی عالم و عارف بوده، سفرهای هم داشته به کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، پاکستان و از اینها کتابها و کتابهای ارزشمندی به ما گذاشتن که از جمله تفسیر حسینی، انوار سهیلی، روضة الشهدا، مخزن الانشاء، اخلاق محسنی. این بزرگوار عارف و عالم بیش از 30 سال در مسجد جامع هرات به پند و اندرز مردم پرداخته که سرانجام در سال 910 هجری قمری دایی اجل را لبیک گفتند.
آثار باستانی، بناهای تاریخی به عنوان ارزش‌های ملی در کشور یاد میشه، چه اندازه حفظ ارزش‌های ملی، حفظ بناهای تاریخی به نظر شما در کشور ما مهمه؟ از آن جایی که بناها و ارزش‌های تاریخی برای ما یک اصل است، یعنی بازگو کننده ارزش‌های گذشتگان ما، سلاطین ما، ما به حفظ اینا خیلی کوشش میکنیم و ارزش میدهیم، به خاطر که افغانستان کشور تاریخی است و توجه توریست های جهان را به خود جلب کرده و ما هم کوشش میکنیم انشاءالله که در حفظ و مراقبت اینها به عنوان یک شهروند مسئول کوشش نماییم. خیلی عالیه. دید و بازدید مردم که بیشتر برای نظر و نیاز، دعا و نیایش به آرامگاه ها میاین، نسبت به گذشته آیا بیشتر میاین به آرامگاه مولانا کاشفی و یا کمتر شده دید و بازدید مردم؟ شما در جریان هستین که مشکلات در افغانستان بعد از تحولاتی که پیش آمد، خواه نخواه پیش آمد، دیگر دید و بازدید مردم کمتر از گذشته شده، به خاطر که بعض مردم رفتن به کشورهای خارج و کسانی که هم ماندن به پشت کار و غریبی خود است. فیصدی دید و بازدید کنندگان ما خیلی کمتر است از گذشته. خیلی تشکر. به عنوان آخرین سوال، اگر شما پیام خاصی دارین میتونین تقدیم کنین به بینندگان عزیز ما. پیام خاص ما به بینندگان محترمی است که در کنار این مشکلات، در کنار این نابسامانی های زندگی، ما برشان پیام میتیم از طریق امی رسانه شما که بیاین. فضای اسلامی است، فضای سرسبز است برای محصلین عزیز خود، برای متعلمین گرانقدر خود این سفارش داریم که فضای برای مطالعه است. برای خانواده های محترم ما فضای اسلامی است، کاملا عاری از فساد اخلاقی. بیاین چند دقیقه اینجا بشینند، لذت ببرن از اینجا و ما در خدمت شما هستیم. خیلی تشکر که وقت خود را در اختیار ما قرار دادن. تشکر از شما. زنده باشین. بخیر باشین. کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به حسین واعظ کاشفی، در سبزوار دیده به جهان گشود. کاشفی علوم دینی، ریاضی و خوشنویسی را در زادگاه خود آموخت، سپس به عرفان روی آورد و به نیشابور مشهد برای تکمیل کردن تحصیلاتش سفر کرد و بعد از آن واعظ شد و شعر می‌خواند. مجالس پند و اندرز وی در آن دوره شهرت زیادی داشت. مولانا حسین واعظ کاشفی در علوم مختلف از قبیل تفسیر، حدیث، فن خطابه، انشاء، ریاضیات، علوم غریبه و نجوم مهارت بسزایی را کسب نمود. کاشفی که در دوره تیموریان به شهرت رسید، در ابتدا مورد حمایت سلطان حسین بایقرا و دیگر درباریان قرار گرفت و به ویژه از جانب امیر علی شیر نوایی، ادیب و سیاستمدار برجسته عهد تیموریان، بسیار مورد تحسین قرار گرفت. سلطان حسین بایقرا برای تحسین مولانا کاشفی برای وی خانقایی را به نام دارالسیاده در سر چارسوق هرات در بازار مرکزی بنا کرد و مولانا کاشفی را به عنوان شیخ خانقا برگماشت. بینندگان عزیز، این بود ویدیوی امروز ما که از ولایت باستانی هرات از آرامگاه مولانا حسین واعظ کاشفی برای شما عزیزان تقدیم شد. لطفا نظریاتتان را در کامنت با ما شریک بسازید. تا درود دیگر، بدرود.